سلام، من ریبیتا هم و خیلی خوش اومدید به قسمت 25 سری هاردکور شولاباد 2. توی این قسمت از جایی که هستم معلومه قراره چی بسازیم. یه استوریج سیستم اتوماتیک. شاید بپرسید چرا کد تنمه؟ تو متاکرف یه تولد بودم که تا الان ویدیوشو دیدید تا الان و دم عیده. عید کد میپوشن؟ تو کامنت ها بنویسید. ولی خب دم عیده بهتر کد تنمون باشه. چرا که نه؟ امروز کلی کار داریم چون قراره یه استوری سیستم بسازیم که تقریبا همه ی آیتم های بازی رو داره تقریبا و کلی وسیله براش میخواییم که باید جمع کنیم. زیاد حرف نمیزنم، اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت بذارید و کانال رو سابسکرایب کنید. مرسی. بیایید نزدیک. مرسی که کامنت میذارید، مرسی که لایک میکنید ویدیو رو. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. اول از همه برنامه اینه که استوریج سیستم رو اینجا بسازم. ببینید، من خیلی به استوریج سیستم فکر کردم، یعنی از تقریبا 5-6 قسمت قبلتر داشتم فکر میکردم بهش. هی میگفتم اوکی استوریج سیستمش که آسونه، میسازم بیلدشو چیکار کنم. آها، اینا هم جابجا نکردم، حتما تا قسمت های بعدی جابجا میکنم. همش داشتم به این فکر میکردم چیکار کنم، من استوریج سیستم رو کجا بسازم. میتونستم رو آسمون بسازم، رو زمین بسازم، تو کوه بسازم و و هر جای دیگه. یه روز همینجوری داشتم تو مپ سری قبلی کارن میگشتم. کارن اونایی که قدیمی میشناسید احتمالاً، اگه نمیشناسید یه یوتیوبر بود که یکی از یوتیوبرهای مورد علاقه من بود تو ماینکرافت و فکر کنم یه 2-3 سالی هست که دیگه ویدیویی نمیذاره. خب یوتیوب رو ول کرده. اون یه استوریج سیستم داشت که داخل کوه بود و قشنگم بود انصافا. خب گفتم چرا اینو نسازم، یه چی باشه که به یادش باشیم، یه همچین چیزی نمیدونم. و خب آره، اونو امروز یکم تغییرش دادم، قراره اتوماتیکش کنم و برای تقریبا همه آیتم‌های بازی تو دل اون کوهی که اونجاست بسازیمش. نکته بعدی، یه سریاتون تو کامنت ها گفته بودید مجسمه پیروز رو بساز. اوکی بذارید یا چیزی بهتون توضیح بدم. من دوست دارم که بسازم قشنگ یه یادبود میمونه تو مپمون، ولی این چیزی که دارید میگید همینجوری تو اینترنت نیست که من برم دانلودش کنم یهو بیاد تو مپم. باید دیزاین بشه و دیزاین کردنش، چون یه مجسمه بزرگ یه حیوونه و باید شبیهش بشه، کار آسونی نیست. یکی اومده تو کامنت ها نوشته بود واقعا برات متاسفم چرا نساختی. همون آدم اگه بیاد بیلدشو برام بفرسته میسازمش، ولی قطعا نمیتونه. آره، خلاصه بیلد همچین مجسمه ای سخته. حتی بیلدش هم کردم ولی واقعا قشنگ نشده بود، یعنی شبیه اصلا نشده بود. و خب روش کار میکنم، اگه بشه چرا که نه، توی یه ویدیو شورت براتون میگیرم میسازمش یه گوش از مپ. اوکی، اول از همه بذارید یه سری من آیتم جمع کنم، دروازه شو درش رو اونجا بسازیم، بعدش بریم یه سری آیتم دیگه جمع کنیم توشو بسازیم. این آیتمایی که برای دروازه اونجا میخوام، درش حالا نمیدونم چرا میگم دروازه هم میشه گفتی. و بریم بسازیمش. ساخته شد، حتی دورشو خالی کردم که قشنگ بسازمش. الان ساخته شد و بریم دورشو یکم طبیعی کنیم. اوکی الان بهتر شد، الان بهتره و یه جورایی تو دل زمینه. اینم مثل درش، هم مثل همون دریه که کارن ساخته، فقط یکم بزرگتر. گفتم همه چی رو توش یه تغییری ایجاد کردم که بهتر شه، و اگه بهتر نشده ببخشید، ولی به نظرم خوب شد. حالا یه چیزی که برای این فارم نیاز داریم، برای فارم چیزی که برای استوریج سیستم نیاز داریم، پشمه خاکستریه. برای چی پشم خاکستری؟ برای دیزاینش. یکم بون میل تولید کن برام، رنگ سفید میخوام. الان فقط دوباره بعد اینا رو، این قیچیاشون اینجوری بردارم بندازم اینور، اینا وولاشون در بیاد، درآمد خاکستریشون کنم، دوباره قیچیا رو بزنم سر جاش. آره حوصله سربریه. اوکی من همه اینا رو خاکستری کردم، الان اینا چرا وولشون زده نشده؟ احتمالاً آها اوکی کار کرد. کل اینا رو وولاشون رو خاکستری کردم و الان یه کار دیگه که خوب شد یادم نمیافتاد بعد کلی ایپکی میکردم و دهنم سرویس بود، اینه که چه سواپر بردارم. بریم ندر، من میخوام جای آیرون فارممون الان پره کامل و همینجوری داره دور میریز آهنا رو، دیسپان میشه احتمالاً. اگه بیام اینجا، این کلن الان 3 تا چست داره، اینا رو یکم چستاشو بیشتر کنم، آهن زیاد لازم داریم. اگه نمیدونید آهن برای چی میخوام، آهن برای آپرا میخوام، چون قراره کلی آپر به کار بره. فکر کنم آره اینقدر چست خیلی هم زیاده، کافی که چی بگم. آره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 تا دابل چست اینجا الان همه آیرن خالی شد و حالا همینجوری میاد پایین دیگه، با سرعت کندی میاد پایین. خب من یه 6 تا شالکر باکسی چست میخوام برای این استوریج سیستم فقط. و اول از همه بذارید اون بلوک دارم. آره
البته چست و آپر بذارید بردارم. یکم اینجا چستا رو بیشتر کنم، اینم موقتی. حالا بعداً چیز میکنم، کلاً سیستمشو عوض میکنم، ولی فعلا موقتاً یکم چست یکم شکل عجیبی به خودش گرفت، ولی خب گرفت دیگه. من اینو الان روشن کنم، روشنم میکنم لگ میشم، یکم سیستمش دردناکه. و دور خودمو بپوشونم، صدای بازی هم قطع کنم. من میرم یکم ایفکی میکنم، یه ساعت دو ساعت دیگه میرم. من اینجا یکم ایفکی بودم و الان که اومدم تو بازی میبینم این فارم بون میلمون خراب شده. خیلی این اتفاق رندومه، نمیدونم چرا اینجوری شده، هیچ ایده ای ندارم. این لاواهای اینجا کلا نیست، کم عجیبه. اینجا هم نباید کابل استون باشه، باید استون باشه. فکر کنم درست شد، رفتم لاوا آوردم ریختم، الان باید اوکی باشه. اینا اگه بزنم اوکی درسته، من یه مهندسم، مهندس. الان کاری که میخوام کنم اینه که بیام اینجا چستای اینو فعلا موقت زیاد کنم. این الان چستاش خدایی کمه، برای توش ایفکی کنیم. یه ردیفی هم از زیاد به درد نمیخوره، نمیدونم چی کار کنم. حالا همینجوری زیاد کنیم چستاشو، بعدا یه فکری بالش میکنیم. اوکی الان چوبا باید بیام پایین که دارن میان. چوب که بیشترین چرت و پرت و چوبا رو همه رو برداشتم و آره بریم بون میلامونو برداریم بیاییم. 9 تا شالیکر باکس تقریبا پر شد از بون میل. اینا همه بون میله و به نظرم یه دونه چست اینجا رو بیشتر کنیم. امیدوارم این چست ها خراب نشن، مشکلی پیش نیارن، بعیدم میدونم بیارن. الان این دکمه رو بزنم بعد کار کنم. پرم هست تا خشتک. هلو آها، وقتی TNT ها میافته پایین این یعنی اومده جلو دیگه، داره کار میکنه. به ظاهر خیلی کار نمیکنه، ولی میری پایین بعدن نگاه میکنی میبینی به چقدر کار کرده این فارمه. تموم شده یه فیک کردنم و کلی چوب گرفتیم و یه چیزی رو فهمیدم، استوریج سیستم اینو باید بعدن درست کنم، وگرنه آیتممون دی اسپان میشه. الان یه نگاه انداختم، آیتما میاد اینجا، این پر میشه، همین الانم میبینید پره. نه اینکه خالی نشه، خالی میشه تو چسته، ولی طول میکشه. برای همون یه عالمه آیتم، چون 11 تا آیتم تنوع بالاست، میاد اینجا میمونه و یه مدت که چی نمیشه دی اسپان میشه. یه نگاهی هم انداختم من به چسته، ولی بریم با هم ببینیم چقدر آیتم شده. بوم، چست اول، چست دوم، چست سوم. بذارید نشونتون بدم، چست اول دوم خالی کردیم، چست سوم هم یه کمیشو خالی کردیم، چست چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم که خالیه. من برم چوبا رو جمع کنم، آخر سر نشونتون میدم کلن چقدر چوب شد. اینقدر چوب شد یه شالکر باکس و تقریبا دوتا شالکر باکس قرمز و تقریبا یه شالکر باکس آبی. کلن آبی کمتر تولید میکنه، نمیدونم چرا، شاید نمیدونم، واقعا نمیدونم. البته فکر کنم دلیلش اینه که کلن قارچه قرمز بیشتر در میاد تا قارچه آبی، بر همون احتمالا. بذارید اینا رو کلشو چست کنیم، من اینا رو بذارم زمین، آیتم های خودم هم خالی کنم اینور. من برید این تو اوکی. یه شالکر باکس و تقریبا یه شالکر باکس ردیف اولش کامل چست شد که خیلی کمه. ما طوری که من حساب کردم 6 تا شالکر باکس میخوایم. البته من زیاد حساب کردم، یعنی جوری حساب کردم که کم نیاریم، زیادم بیاریم. حالا این اصلا مهم نیست، الان من یه چیزی یادم افتاد، اصلا کمرم شکست. ببینید برای استوریج سیستم من یه مقدار زیادی ردستون میخوام. چرا؟ چون این استوریج سیستم خودش ردستون میخواد، ردستون تورچ میخواد، ریپیتر میخواد، کامپرتور میخواد و اینا همشون چی میخوان؟ ردستون. چیزی که من فعلا زیاد ازش ندارم. درسته یه ویچ فارم دارم، ولی خودمونیم، بیایید با هم رو راست بشیم. ویچ فارم یکی از به درد نخور ترین فارمایی که میتونید تو کل زندگیتون بسازید. قراره رید فارمی بسازیم که 250,000 تا آیتم در ساعت میده. این فارم هم برای چپمنه، چپمن دیزاینش کرده و از اون قراره بسازیم. خیلی دهنم سرویس شد، کلی تو کریتیف ساختمش و تست کردم، هی مشکل میخورد، هی کار نمیکرد، اینجوری میشد اونجوری میشد، تا آخر سر با کمک علی اصل تونستم اوکیش کنم. حتی هیچ کمکی نکرد، نشسته تو وایس داشت برای خودش یه کار دیگه میکرد. ولی خب رید فارم قبلیمونم هست، ولی خودمونیم، اونم اونقدر به دردی نمیخوره. چرا یه رید فارم نسازیم که 250,000 تا آیتم بهمون میده؟ بریم آیتماشو جمع کنیم. داشتم میرفتم ردستون جمع کنم، قار پیدا کنم، یه 10 استک ردستون میخوام، دارم پاره میشم و چند استکش هم داشتم، 10 استک میخوام جدا. حالا اون هیچ، اومدم اینجا قبلا نمیدونم یادتونه یا نه تو یه ویدیو اومدم این زامبیا رو درمان کردم. و آره بعد الان این چانکه لود نشده بود کلن، اومدم الان تو این چانکه این درمان شد،
چیزشو گرفتیم، ادوانسمنتشو. اگه این بخشم بیام، این بخش کلا ماینکرافت و کل ادوانسمنتشو گرفتیم. دوست دارید یه ویدیو براتون بذارم همه ادوانسمنت‌های بازیو بگیریم؟ اومده بودم تو دریا دنبال اوشن مونومنت بگردم، سی لانترن بردارم و ببینید چی پیدا کردم. وودلند منشن، نمیدونم وودلند منشن اومده بودم تو این سری، یادم نمیاد. منفی 3300 منفی 2000، یعنی 2000 تا بلاک اینورتر خونم بیام اینه. آه رینگ خمشو. اوخ اوخ اوخ، الو الو، کی بگیرید بابا؟ چرا اینقدر وحشید شما؟ با اینا چرا اینقدر سگم؟ بمیرم ازی. اوکی، کاری اینجا ندارم، لوتی هم نداره بخوام بردارم، بریم دیگه. اوکی، آیتمایی که میخواد و جمع کردم و فقط آیتماش جمع کردنش چند ساعت طول کشید. 7 تا شالکر باکس شد که اینا، شیشه و اصل و 4 استک هاپر و یه سری چیز میزه، ردستونی و اینجور چیزا، دوباره یه سری چیز میزه این شکلی، لاوا و درت و شالکر، چون شالکر لودر داره این فارم، بهتون میگم چیه. شیشه، بلاک، ردستون و اینا برای جابجایی ویلیجر، 5 تا ویلیجر هم میخواد. حالم بد، جدی جدی حالم بد. اوکی بریم ندر، میخوام برم تقریبا جای، بابا تو چی میگی اینجا؟ میخوام برم جای رید فارم قبلی بسازم و ولی یکم یه جای دیگه تقریبا الان نشونتون میدم. اوکی، رید فارم قبلیمون اینجاست، اینها که به درد نمیخوره. اوکی، برای شروع خیلی خوب بود، چقدر توته من ازش گرفتم و خدای ایکس پی هم خوب میده، برای شروع عالیه. ولی الان من دیگه پروژه های بزرگ دارم، این رید فارم به درد من نمیخوره. دارم میرم الان پیش اونجایی که بد اومن میگرفتم. آها، این از آوتپست. اول از همه بذاری تو آوتپست یه دونه ندر پورتال بسازیم که رفت آمدمون این باشه دیگه، اونور نباشه. اوکی، این از پورتال که بریم توش برگردیم. اوکی، یه جای عادی، او بغل پورتال اندمون. اوکی، جاش خوبه، جاش خوبه. حالا اینو میایم بیرون، اینجا الان چندی؟ میخوام اینو مستقیم میریم رید فارممون باشه. فقط الان دارم تا حدی دور میشم تا جزیره معلوم نباشه، اینجوری فکر کنم بهتر باشه. اینجا عالیه جاش، من برم بسازم برمیگردم. ریپلی مودشو بریم ببینیم. بذار این تیکه رو ریکورد کنم، اینا فانه، بذار جون بچت بیا برو. جدی کار غیر منتظره انجام بده، بعد من برم شام. بابا یه چی میگیره؟ الان اسپلیفش میکنه، زیرشو میکنه. بابا تس وجود نداشته باش، حالا چه نمیشه تس وجود نداشته باش. یا منم بازی یا بازی خراب. بیا این بر، یه تخت نداری؟ نه تخت دارم. نون بنداز، یه نون بنداز اونجا، بعد میاد دنبال. نه گزینه خوبی، آخر نون ها تو هدر. بعد نونو بردار، برو سری برش بخورش. ندید نونو کوره، اما الان خودمه بکردیم، اسکم شد الان میپر پایین، اسکمش کردی الاکی بذار خودکاشی. یه لحظه بکرم آفده پایین. خب اینجا باید چیکار میکردم؟ الان اینجا باید ویلیجر رو بکشی شه بتونی در بیه. وای اول بار تو بلیتر پرواز میکنی بابا. افتاد اینجا سیب زمینی شد زامبیه. خب ریپیتر بیا به پیشنهاد من عمل کن، همینجا روی همین ندر پورتال بساز، یه لازم باشه از اون بالا بیاری ویلیجر رو. یه لحظه قلبم درد میکنه، استرس داره. از این باید بیارم بهش، به نظرتون میتونم؟ بابا جنب برو ندر پورتال رو خراب کن، بیار پایین بساز. الان این تو اوورورلد دیگه، ندر بودن نبودنش برای من فرق نمیکنه. علی اوورورلده؟ اینا دیگه تو آب، تو آب ندر من آب گذاشتم، به نظرت دونه مادرت، اونه هر کی دوست داری. باید بری تخت بذاری پایین که خودش درک کنه و بره. تخت ندارم. ویلیجره زیاد از وضعیت فعلی زندگی شادی نیست. داره به صد تصمیمات زندگی شک. نونو بده من، نونو بای برداشت قاکت. بابا لبین. برو برو برو. تو دیگه یا میمیری یا میری. اوچه هولش نده، هولش نده، بذار خودش بره. هر وقت تصمیم برفتن بگیره خودش میره. این چون شبه تصمیم نمیگیره. پس ما تصمیمو میدیم بخواب. علی من میگم تخت ندارم، تو میگی بخواب، همین جمله رو بلدی. عزا بلایی برو خود، تو رو خود داره تکون میخوره، ویلیجر داره راه میره، الان تو رو میندازه پایین. الان خودم میمیرم، این ویلیجر رو ولش کن. نه اوکی، این فارممون تمام شد، میخوام تستش کنم. خیلی استرس دارم، خیلی ها تو رید فارم میمیرن، ولی من برای مرگ انقدر استرس ندارم، بیشتر برای، البته چرا برای مرگم هم استرس دارم، برای خودمونیم بیشتر، برای این استرس دارم که کار نکنه. ببینید من از صبح وقتمو گذاشتم روی این رید فارم،
اگه کار نکنه بغضم میگیره. یه شمشیر مخصوصا براش درست کردم. با این شمشیر اصلی فرقش اینه ناکبک و فایر اسپکت نداره. چون ناکبک خراب میکنه فارمو، فایر اسپکت هم اینا رو میسوزونه، برامون نباید اینا رو داشته باشه. حالا همه چی اوکیه، فقط باید بدعمه بگیرم. بیام وایسم اینجا. کلید 7 بود. آره اینو بزنم، این خودش اینجوری برامون میزنه. قراره کار کنه. اینجا یه استوریج سیستم خفنم براش درست کردم. حالا یکم پر شد نشونتون میدم، ولی یه استوریج سیستم خفن درست کردم عین خود ویدیو. البته تو ویدیو یاد نده بود، ولی من با اسکماتیک و اینا درست کردم. حالا حتی شالکر باکس لودر هم اینجا داریم برای امرالدا فقط. اوکی 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 اوکی. الان ضربه بزنم شروع کنم. بزن. خرید بزن. هم بزن. اوکی. یا خدا. کوشن. چرا نمی‌بینم ایشون؟ نظر علی عجله نکنه به کشتنمون نده. سوال اصلی اینه چرا اینقدر کنده؟ احساس میکنم اولش کنده، اوکی فکر کنم بشه. چقدر صدا پیستون میاد. الان اوکیه دیگه، داره کار میکنه. به به، چقدر دارن زیاد میشن. ای وای یه مشکلی داره، فقط از سمت راست میامد. ما آیتمات چرا اون بالان؟ بذارید اول دورشم اینه دیسپانشن. اوکی بارم داره کار میکنه. فعلا یکم همجوری دارم تست میکنم، استرس دارم یو ویکس دیسپان کنه بمیرم، برای همون فعلا همجوری یکم تست میکنم تا مطمئنشم. ولی یه چند تا شیشه اضافه بود، اونا رو کندم و الان داره این جت کار میکنه. من یه 10 دقیقه ای الان چنده؟ الان یک و 3 دقیقه. تا 1 و 13 دقیقه افکی میکنم، ببینیم تو 10 دقیقه چقدر آیتم بهم میده. اوکی فارممون داره مثل هلو کار میکنه. خوبیش اینه دیگه وکس اسپان نمیشه، از دو طرف میریزن اینا. اینجا چند تا شیشه بود کندم و آیتما راحت میره. حالا بذارید بهتون نشون بدم توی 10 الی 15 دقیقه چقدر آیتم گرفتیم. اینقدر ردستون با یه ذره اینجا 4 تا، این 4 تا چست برای ردستونه که این یه دونه اینقدر پر شد توی یه روب، در صورتی که بیچ فارم اگه می‌خواستیم اینقدر پر شه باید تقریبا یه روز کامل واقعا افکی می‌کردم. اینقدر گان پدر، اینقدر گان پدر که 3 تا چست برای گان پدر گذاشتم. این 3 تا چست برای گلوستونه که نداشتیم، سورت نکردم، همین الان سورت کردم، برام چیزی ذخیره نشده توش. این عادیه، اوکیه. اینقدر باتل، اینقدر چشم عنکبوت، اینقدر شکر، اینقدر سکین. 4 تا آخر زیاد به کارمون نمیاد، ولی گفتم باش. اینجا بنر ذخیره میشن که یه مشکلی داره اینجا. بعد اینجا ما شالکر باکس داریم. اینجا شالکر باکس داریم. باید بیان تو شالکر باکس بنر، ولی نمیان. نمیدونم چرا. این مشکل رو اینورم داریم. نگاه کنید. اینجا باید بیان. آها، امرالدمون هم اینقدر. اوکیه. فقط یه مشکلی داره، یه مشکل بزرگ داره، یکم شالگر لودرش پیچیده است و بعد از چه لحاظ میگم بعد، کلا یکم عجیب کار میکنه. حالا احتمالاً این شالگر لودرش رو عوض کنم، نمیدونم اینجوری کار میکنه. ولی خب امرال هم زیاد داد، ببینید اینا حالا نسرس، ولی ده تا شالگر باکس پرو داد. حالا من برم یکم سیستم اینو تغییر بدم، شایدم تغییر ندم، امرالشو که فعلا لازم ندارم، ولی در کل یکم افکی کنم، یکم ردستون بگیرم. یکم که الان یکم خیلی بیشتر، یکمه یه چند تا دابل چست ردستون بگیرم. چند تا دابل چست ردستون رو گرفتم، افکیو دست برمیدارم و آره میبینم اتون. من این چند روز خیلی خودمو داشتم میخوردم که من باید بهترین استوریج سیستم رو بسازم. اگر این استوریج سیستم رو نسازم ویدیو خراب میشه، ویدیو باید با کیفیت باشه، اینجوری باشه اونجوری باشه. کلن خیلی فشار روم بود، اینقدر فشار روم بود که یکم فکر کردم گفتم اوکی اول اصلا بیا برو یه متاکرفت زب کن، یکم از هاردکور فاصله بگیر، چون واقعا هاردکور پروژهاش وضعیش سنگینه و بعد جور با آدم فشار میاد. بعد الان که یکم نشستم با خودم دو تا چهار تا کردم، گفتم من 3 تا کار انجام میتونم بدم، 3 نوع استوریج سیستم بسازم. اول از همه همون استوریج سیستمی که نشونتون دادم، قفن ترین استوریج سیستمیه که میدونم. دومی یه استوریج سیستمی که همه آیتما رو داشته باشه و هاپر بهش وصل بشه. سومی اصلا یه استوریج سیستمی که اتوماتیک هم نباشه، دستی باشه. یکم با خودم فکر کردم و گفتم اصلا چی به کیه، میرم همون خفنه رو آیتماشو جمع میکنم میسازم، نهایتا کار نمیکنه. بعد میرم همون دستیه رو میسازم، چون یکی رو بخوام بسازم لگ میشم. و آره الان من میرم آیتماشو جمع میکنم میام. اوکی 2 روز الان میگذره و من بعد از 2 روز
تونستم همه آیتمایی که نیاز دارم رو جمع کنم. حالا اینقدر شالکر باکس آیتم شده که همش پره تقریبا. یه سری تغییرم اینجا کرد. پامکین داریم اینجا، اینجا اینا داریم. اینا رو تو مراحل به دست آوردن اینا یکم چیز کردم. کلی اینجا درخت قطع کردم. اگه بیام بالا احتمالاً معلوم میشه. آره اینجا نگاه کنید خیلی خلوت‌تر شد. اصلا تا اینجا کامل چوب بود، الان اینید نیست دیگه، رسیدیم به این درخته. اینجا هم یه سری ویلیجر آوردم، زامبی کردم، درمان کردم برای قضا، دیگه حال نداشتم هر سری تا اون ور برم دوتا ویلیجر بیشتر نباشه و اینا، دهنم داشت سرویس میشد. اینجا هم به یه وضعی کشیده شده. اوکی اینجا یه سری آیتمه، اینجا هم یه سری آیتمه و این وضع یه جوریه که اگر من یک اپیزود ادامه پیدا کنه نمیتونم هیچ کاری کنم. هر یه آیتمی که میخواستم از این چستای اینجا شروع میکردم، اینجوری میگشت میگشتم، ردیفی میگشتم مثلا یه آیتم اینجا بود، اونجا شروع میکردم همه رو باز میکردم تا اینجا. یکی دلیلی که مثلا دو روز طول کشید میتونه سهم باشه. من واقعا استوری سیستم میخوام. اوکی من اینجا آوردم این بیلدمونو و قراره با هم بسازیمش. چون هیچ آموزشی برای این استوری سیستم نیست و گفتم استوری سیستمیه که یک سال نمیشه بیشتر اومده، برای همون مجبورم که با لایت متیکا بسازمش. اینم از وسایل همه رو چیدم اینجا و بریم بسازیم. ریپلی مودشو ببینید، برمیگردم. اوکی من جر خوردم، ساختم ولی جر خوردم. ببینید یه ساختن ساده نبود که بسازم تمام شه. ساختم گفتم اوکی تمام شد بریم تستش کنیم و خدا رو شکر کار نکرد. گفتم خب چیکار کنم، رفتم تو مپ خود یارو تست کردم کار کرد، دوباره اومدم اینجا تست کردم کار نکرد. فکر کردم اینایی که دارم میگم خون خوردم اینجا، یعنی داشتم میمردم اینجا، کار نمیکرد، میزدم تو سر خودم. نمیدونم چی شد، ماینکرافت متا کرافتم باز بود، رفتم اونجا کریتیو تست کردم، اون 1.19.2 ماینکرافت متا کرافت، من ورژن مپم 1.19.3 و اونجا کار کرد و فهمیدم که او 1.19.3 کار میکنه، 1.19.2 کار میکنه. خلاصه الان دست با شکسته نه، آره کار میکنه، دست با شکستم نه، کامل کار میکنه. فقط همه چیزو کپی خود یارو ساختم که به مشکل نخوره و الان کار میکنه دیگه، مهم اینه. اینجا یه شالکر باکس داریم که یه شالکر باکس متفاوت بده به من. اوکی این خوبه، یه سری چیز میز توشه، چوب هست، رنگ هست، کلی چرت و پرت هست. اینو برداریم بریم این استوریج سیستممونه که ما اینجا با چند تا چیز کار داریم. اینجا یه چیزی داره که این باحال گوگلیه، این دکمه رو میزنی یه دونه شالکر باکس اینجا بهت میندازه، میده اینجا رو برو شالکر باکس کردم و یه دونه دیگه میاد جاش. حالا لازم نیست بری تو چست برداری و اینا، خیلی باحاله. اینجا دو تا جا داره، این تابلو هم میبینید زدم، اینا رو زدم که بعدن اگه جایی به مشکل خوردم بخونمشون، چون حوصله‌ناشم نخوندم جوری گفتم یادم باشه چی چیه. اینجا یه شالکر باکس داریم که میتونیم آیتما رو بریزیم، اینجوری آیتما رو بریزیم توش و کار کنیم. اینور تو این برله میتونیم شالکر باکس بندازیم که من اینو میندازم. حالا آیتمی هم داشتم میریزم اینجا که فعلا ندارم و این دکمه رو میزنم. اینجا این شروع میکنه ران شدن، یعنی میره سیستم رانینگ، یعنی داره اجرا میشه و من باید منتظر بمونم. بعد از یکم این خودکار خاموش شد، یعنی انجام شده. میام تو چستا میبینم آیتمایی که میخوام و ریخته. این تموم شد و اگر بخوام نشونتون بدم این چی نشون میدم، یادم نیست چه آیتمایی بود ولی چستا رو باز کنم. اینا رو قبلا ریختم وضعیاشو برای تست. مثلا برگا اومده اینجا، این ردیفو میبینید، این برای این چوباس کلا، این ردیف برگا اومده اینجا، برگا اوک اون دوتا چوبا بود، اسپروتا کلا این ردیف، اسپروتا اومده اینجا، این تله ها اومده اینجا، شیشه ها ردیف شیشه ها، کانکریتا ردیف کانکریتا، کارپتا ردیف پشما، رنگا و گلا ردیف رنگا و گلا. الان یکی از لذت بخش ترین کارهایی که میتونم کنم اینه. یا من اینجا شروع کنم کندن، اینا رو بکنم، مهم هم نیست چی، برم توی این، اینو اینجوری هم نمیذارم بمونه، احتمالا بیرونش رو توش که دیزاینه، همون دیزاینم هم کپی کردم، کاملا همه چیز رو کپی کردم. حتی این کپی رو به نشانه خوب بگیرید چون نمیخواستم چیزی خراب شه. خب دیزاین خودشم قفن بود و آره همه اینا رو بریزم
این فکر کنم چند ساعتی طول بکشه ولی خب حال میده. حالا من برم همه شالکرا و آیتما رو بریزم این تو. فکر میکنم یه چند ساعتی طول بکشه. یعنی باید اینجا AFK کنم یه کار دیگه هم انجام بدم. ولی برم همه رو بریزم، همش که سورت شد میبینمتون. قبل رفتن یه درد و دلتور کوچیکم بکنم. این استوریج شاید از نگاه شما بگید ایول مثلا چه کار خفنی کرده، آره چیز بزرگی بوده دمش کرد، ولی این واقعا منو پاره کرد. مثلا یه چیزش که اونم سرش پاره شدم این فیلتر گذاشتنش بود. حالا خدا رو شکر دونه دونه نباید میذاشتم، ولی مثلا باید میرفتم با یه ماینکرافت دیگه، برای همین دوتا ماینکرافت باز کردم، با یه ماینکرافت دیگه توی مپ این استوریج سیستم، به یه ماینکرافت دیگه توی هاردورم، اونجا باید هی نگاه میکردم چیا رو باید سورت کنم، بعد میامدم اینجا میذاشتم. خیلی سخت، خیلی پاره شده. بس واقعا ویدیو تمام نشده، ولی ممنون میشم اگه ویدیو رو تا اینجا دیدید و دوست داشتید لایکش کنید و هر چند تا که دوست داشتید کامنت بذارید. این ویدیو هم تقریبا بلافاصله بعد از تمام شدن قسمت قبلی متاکرافت شروع کردم ضبطشو، و چون خیلی طول کشید وسطش رفتم یه متاکرافتم براتون ضبط کردم که ویدیو داشته باشید. این تموم شد و خودمونیم. واقعا طول کشید چون شالکر باکس البته زیاد بود تا اینا رو پلیس کنه، آیتمای توشو برداره، اینجا یه دور بزنه، بریزه جایی که باید، خب طول میکشه. و البته اولین بار طول میکشه، دفعه بعد حالا یه ذره آیتم میخوایم بریزیم توش اونقدر مسئله نیست. اگه بخوام چستم بهتون نشون بدم آیتما رو چه جوری چیده میتونید ببینید اینجا. فعلا آیتمایی که ریختیم توش رو اینجوری چیده. حالا کاری که من باید کنم برم هر چی آیتم اونجاست هر چی بردارم ببرم به نظمون تو. الان یه روز تقریبا میگذره و این استوریج سیستممون دوباره خراب شد. اول از همه که داشت درست کار میکرد، اگه اینجا هم بینید یه سری آیتما رو درست چیده که اوکی بود، خوشحال بودم داشت کارشو میکرد. بعد شروع کرد آیتمای دیگر رو قاطی هم کردن، یعنی یهو مثلا میدید یه ذره اینا این توه، یا مثلا یه دونه رنگ مثلا به اینجا، این شکلی داشت قاطی میکرد آیتما رو. چند بار درستم کردم باز هی فیلتراش خراب میشد. الان هیچ کارش هم نکردم رسما، رفتم بیرون از مپ، رفتم متاکرافت، اومدم و وقتی اومدم الان کلا خراب شده، آیتما رو اینجوری داره میریزه این تو که اینطوری هیچ به درد من نمیخوره. خیلی ناراحتم، الان دارم آیتمامو از توش جمع میکنم که بریزم تو این شالکر باکس رو کلا ببرم اینجا رو خراب کنم. سلام. اوکی من دوباره برگشتم و این بار با یه استوریج سیستم دیگه. فیسم 60 به زور دستم خورد اسکرین شات گرفتم. ببینید من اون استوریج سیستم قبلی رو خراب کردم که کلی هم دهنم سرویس شد. کلی آیتم افتاد زمین، دی اسپان شد. بعضی از آیتمام که مال خودم بود تو استوریج بود دی اسپان شد. اینو کاری نداری. حتی بیشترش رو جمع کردم. ببینید من اینو خراب کردم کامل، این استوریج سیستمو، یا استوریج سیستم قبلی رو بهتره بگم، و رفتم تو یوتیوب سرچ کردم عادی استوریج سیستم ماینکرافت. دنبال یه سری استوریج سیستم بودم که عادی باشن، یه استوریج سیستم نرمال که چشم خورد به یه ویدیو بهترین استوریج سیستما که ورژن 1 این استوریج سیستمم توش بود. اینی که الان دارید می‌بینید ورژن قبلی همون استوریج سیستمیه که ساختم کار نکرد، دقیقاً همونه. بذارید از بیرونم نشونتون بدم، از بیرونم نگاه میکنید تقریباً همونه و این ورژن 1شه، یعنی اول این بوده بعد تبدیل شده به اون. و گفتم خب شاید این کار کنه، پس رفتم تو کریتیو ساختمش مثل همیشه، کار کرد. و بعد اومدم داخل این مپ هاردکور اینجا ساختمش و کار کرد. اینجا الان پر کردم از شالکر باکس پر آیتم، اینا رو همه رو دیگه باید خالی کنم، داره کار میکنه. دکمه رو بزنم یونک، این یکم فرقم میکنه. این شالکر باکس این وسط رو نداره، اگه ویدیو لگه ببخشید من اینجا لگم. و این بعد یه مدت روشن میشه. الان همه اینا رو قلوب 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 باید بکشه ببره تو. این آیتم ها رو که خلاصه میریزی اینجا یه چراغ روشن میشه، مثل قبلی باحال نیست بره بیاد بره بیاد، ولی خب جواب کارمون رو میده. یه چراغ اینجا روشن میشه که این خاموش شد، یعنی تمام شده. بالاخره استوریج سیستمم کامل شد، یکم دیزاینم نمیشه گفت، اینا رو یکم تغییر دادم، الان راضیم ازش. الانم روز 2110 مردم، تقریبا شروع کردم روز 1000 رو فکر کنم چند بودم، 1900 بودم یا 1900 خورده یا قبلتر، همون دوروبره فکر کنم. و انقدی که من اینو ساختم، خراب کردم، سورت کردم، فلان کردم، اینقدر طول کشید. اینجا هم الان داریم ولی خالیه، دیگه هیچ آیتمی توش نیست و همینجوری دوست دارم خالی باشه، به عنوان یادگاری نگرش میدارم، خرابش نمی کنم. این همه کمکمون کرد ولی خب
یادگاری هست دیگه. چه حس خوبیه اینجا شالکر نیستی عالمه. برای دیزاینش دودلم که اینو دیزاینش بکنم، اون که اون بالای اون برای چانک لودر بدن بسازیم جاشو بدونم، ولی الان خیلی دودلم که اینو بسازم، دیزاین بسازم. چی دارم میگم، دیزاینش کنم یا دیزاینش نکنم؟ همینجوری خوبه. حتما نظرتون رو تو کامنت برام بنویسید. نمیدونم چه دیزاینی میشه کرد که اینقدر بزرگ بشه و خوب در بیاد، ولی به نظرتون بیرونشو دیزاین کنم یا نکنم؟ لینک چنل کسی که این استوریج سیستم هم ساخته تو دیسکریپشن میذارم، اسمش هم الان اگه آرمین بذاره روی صفحه میاد و اگهش خواستید میتونید یه سر به چنلش بزنید. دمتون گرم که این ویدیو رو تا اینجا دیدید. این ویدیو تقریبا میشه گفت اونقدر چیز زیادی نداره، یه استوری سیستمه، ولی 200 روز از من زمان برد که خب خیلیه خیلیه، واقعا خیلی. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید ویدیو رو، ممنون میشم، خیلی کمک بزرگیه. و برای دوستاتون هم دوست داشتید بفرستید. کامنت هم یادتون نره، همه کامنتاتون رو میخونم و جواب میدم. نظری دارید بنویسید و تا ویدیو بعدی خدافظ.